ده مکانی که از نظر علمی غیر ممکن است که وجود داشته باشه. تا حالا شده با دیدن یه عکس یا ویدیو از مکانی خاص احساس کنید که نفستون داره بند میاد؟ الان میخواییم با 10 مکانی آشناتون کنیم که نفستون رو به شماره میندازه و حاضریم شرط ببندیم جاهایی که قبلا دیدید به اندازه این مکانها که قرار امروز بهشون سفر کنیم هیجان انگیز و خارق‌العاده نبودن. انگار این 10 مکان به کره زمین تعلق ندارن و بیشتر شبیه به اینه که آدم فضایی ها این مکان ها رو با خودشون به زمین آوردن. همراهان تکسون تیوی سلام. قبل از اینکه لیستمون رو شروع کنیم خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنیم. خب در این سفر با ما همراه باشید. کوه ایجن، آتشفشانی به رنگ آبی. یه آتشفشان در کشور اندونزی وجود داره که مواد مذاب اون بعضی وقتا به رنگ آبی در میاد. جالبه بدونین که این لاوا یا ماده مذاب یک ترکیب نرمال نداره و در حقیقت گوگرد خالصه. این گوگرد مذاب حاصل سرد شدن بخار گوگرد خارج شده از آتش فشانه. توجه داشته باشید که این منطقه به همان اندازه که زیباست خطرناک هم هست. درخت دو طبقه. یک درخت توت پیر در ایتالیا وجود داره که در قسمت فوقانیش یک درخت دیگه سبز شده. نکته جالب اینجاست که درخت طبقه دوم گیلاسه نه توت. محلی ها اعتقاد دارن که یک پرنده هسته گیلاس رو بالای درخت برده و از اون به بعد این درخت گیلاس روی درخت توت سبز شده. غار موبی. در قسمت جنوب شرقی رومانی یک غار وجود داره که تا همین چند وقت قبل 5.5 میلیون سال بسته بوده و تازه باز شده. جالب اینجاست هوای این غار سمیه و مثل اتمسفر زمین نیست و این موضوع باعث شده که اکوسیستمی با 33 گونه جانوری و گیاهی توی این غار وجود داشته باشه که توی هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. رودخانه جوشان. در اعماق آمازون رودی به اسم شانای تیمپیشکا وجود داره که طول اون به 6.4 کیلومتر میرسه. دمای این رودخونه 91 درجه سلسیوسه و هر موجود زندهی وارد اون بشه از شدت گرما اول چشماش آب میشه و وقتی داره غرق میشه آب وارد بدنش میشه و ارگانهای داخلیشو آبپز میکنه. برای اینکه یک رودخونه به این دما برسه باید مواد مذاب آتشفشان داخلش ریخته بشه، در صورتی که نزدیکترین آتشفشان کیلومترها دورتر از این رودخونه است. رعد و برق‌های بی‌نهایت ونزوئلا. در منطقه نزدیک کاتاتومبا یک طوفان رعد و برق وجود داره که 260 روز از سال هر شب از ساعت 7 شروع میشه و 10 ساعت طول میکشه. هیچ دلیل منطقی برای این پدیده وجود نداره. تنها دلیلی که میشه برای این رعد و برق ها پیدا کرد شاید معدن اورانیومی باشه که نزدیک این منطقه وجود داره. کتری شیطان. این آبشار که به عنوان کتری شیطان شناخته میشه یک آبشار دوقلوه که در ادامه رودخانه برول در پارک سیار مگنی وجود داره. یه قسمت از مسیر رودخانه به دو قسمت تقسیم میشه که یکی از قسمت‌ها داخل گودالی میریزه که انتها نداره. دانشمندان هنوز کشف نکردن که این قسمت از رودخونه به کدوم رود یا دریا منتهی میشه و در منابع زیرزمینی هم ردی از این رود پیدا نکردند. نور هستاله. توی نروژ یک دهکده به اسم هستالن وجود داره که از سال 1940 نورهای عجیبی توی آسمون این دهکده دیده میشه. درسته که فعالیت این نورها کم شده ولی تا به امروز همچنان ادامه داره و هیچ توضیحی برای این نورهای عجیب وجود نداره. فقط یه عده از افراد این نورها رو به نیروگاه هسته‌ای که در نزدیکی دهکده وجود داره ربط میدن. جزیره بدون بازگشت کنیا. در کشور کنیا یه جزیره به اسم اینویتنت وجود داره که به زبان محلی به معنی بدون بازگشته. علت این نامگذاری این بوده که تا حالا کسی از این جزیره بر نگشته. در سال 1935 کاوشگری به اسم ویویان فاش تصمیم گرفت این نظریه رو نقض کنه و به این جزیره سفر کرد. ولی با ناپدید شدنش به این اسم مهر تایید زد. بعضی ها اعتقاد دارن که این جزیره پر از آدمخوارها و فضایی هاست. وگرنه چه علت دیگه میتونه وجود داشته باشه که کسی از این جزیره بر نگرده؟ شهر خفته کلاچی. تعجب نکنید. در قزاقستان شهری به اسم کلاچی وجود داره که مردمش دچار یه پاندمی عجیبی به اسم سندروم به خواب رفتن هستن. این سندروم به این شکله که شهروندان این شهر یه دفعه و خیلی اتفاقی غش میکنن، حتی اگه در حال راه رفتن توی خیابون باشن. همه مردم شهر عوارضی مثل سرگیجه، از دست دادن حافظه و توهم رو تجربه کردن
و اگه فکر میکنین این اتفاقها به خاطر کمخونی یا بیماری خاص باشه، باید بهتون بگیم که اشتباه میکنین، چون در آزمایشهایی که از مردم شهر گرفتن هیچ چیز غیرعادی دیده نشده. دایره های نامیبیا. در صحرای نامیبیا یک پوشش گیاهی خیلی عجیبی وجود داره، چمنزاری با دایره های متعدد. این دایره ها بسیار دقیق کشیده شدن و قطری بین 2 تا 15 متر دارن. داخل این دایره ها هیچ چیزی روش نمی کنه و دانشمندان از پیدا کردن دلیل این اتفاق عاجزن و حتی نمی دونن که چرا این چمنزارها به شکل دایره است و مربع نیستن و چرا داخل اونها هیچی روش نمی کنه. اگه شما هم مثل ما فکر میکنید که کار فضایی هاست، باید بگیم که تنها نیستید. خب حالا شما به ما بگین کدوم یکی از این 10 مکان بیشتر از همه شگفت زدتون کرد. نظراتتون رو لطفاً با ما به اشتراک بذارید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.